بلاگمون متفاوته، هیچ پلنی نداریم. یعنی همیشه ما برنامه‌ریزی می‌کردیم که کجا بریم کجا نریم، ولی امروز هیچ برنامه‌ای نداریم، سپردیم دست خدا کجا ما رو می‌بره. امروز سه شنبه است، ساعت 9 صبح، همه جا تعطیله. جریان چیه نمی‌دونم. یه جا رو پیدا کردم، تخم‌مرغ میده بهتون، مشتی صبحونه انگلیسی میده. بریم اونجا ببینیم چطوریه، مثل اینکه معروف و جذاب. پاساژی هم که توش بودیم ایتن سنتر اسمش، دقیقا تو داونتاون شهره، تو مرکزه، یه 3-4 طبقه پاساژه، هر مارکی رو بخواین توش داره. حالا باسکت دوباره میبینیم بهش سر میزنیم. اینجایی هم که اومدیم یه رستورانه که بیشتر صبحونه و نهار بازه، تا ساعت 4-5 بیشتر باز نیست و همه جای تورنتو شعبه داره. خیلی گشتم اینجا رو، همه بهم پیشنهاد داده بودن. اکسپکتیشن اسمش. حالا قضاش بیاد، قضاش که تو عکس ها خیلی جذابه، حالا بیادش ببینیم چجوریه. وقتی میریم مسافرت میخواییم برین غذا بخورین، یکی از راههایی که میتونه بهتون کمک بکنه، از اونجایی که ممکنه زبون اون کشور رو ندونین و از منو چیزی سر در نیارین، بهترایش اینه که توی گوگل سرچش بکنین، بعد برین عکسایی که داره رو نگاه کنید، ببینید که کدومش جذبتون میکنه که همونو به اون شخص سفارش بدین و براتون بیاره. راه خیلی داره. شما چی انتخاب کردین؟ من هنو نه هنو دام نکردم. غذا اومده شوکه شدم، انقدر که جذابه. فقط اینجا نگاه کنید، باورم نمیشه. فرات داره کره مربا میخوره. خیلی چشمک میداد اینجا گذاشته بود، اصلا نمیشد هدش گذاشت کنم. بهش گفتیم برامون نون بیار، اینا رو هم بغلش آورده، ولی فرات داره میزنه. نگاه کن چه کرده، یاد هتل افتادم. فایده جان چند میدی به رستوران؟ 8. آره نه واقعا 8 منصفانه است. 8 منصفانه است. خیلی عالی بگم عالی بود، نه خیلی اینجوری بگم که متوسط روی پایین بود. 8 به نظر نمره. چیکار رو بکنه اون دو نمره رو از شما بگیره؟ خواهش کار نمیشه. خب آقا صبونه رو زدیم، چه صبونه ای بود، چه انرژی گرفتیم. اصلا عالی، اصلا توپ. حالا بریم ببینیم کجا رو میتونیم کشف کنیم، یه ذره شهر رو بگردیم، جای جذاب رو پیدا کنیم. میدان نیتن فلیپس اسکوئر هستیم، اینجا یکی از معروف‌ترین میدان‌های تورنتو. توی زمستون اینجا پیست پاتیناژ میذارن و کلن این میدون توش خیلی فستیوال برگزار میشه، همچنین فستیوال هایی که واسه ملیت های مختلف هست. چند روز دیگه بکنم فستیوال هندی هست، حالا اونم آره فستیوال غذای هندیه، واسه همین خیلی معروفه به این قضیه. داونتاون شهر که میاین واقعا جذابه، یعنی این ساختمون ها رو که میبینید اینطوری بالا سرتونه، فکر میکنم واسه نیویورکی. حالا ما نیویورک نرفتیم ولی فیلماشو دیدیم. ایشالله قسمت بشه نیویورک هم بریم. خب مقصد بعدیمون داریم میریم پارک آقای جیمز. جیمز پارک داریم میریم. این عکساشو دیدم قشنگ بود، فکر کنم چیز جذابی باشه. حالا بریم داخلش یه دوری بزنیم ببینیم. چند تا صندلی خوشگل مشکل پیدا کردیم، فعلا نشستیم، خیلی هم راحته. بهش اصلا نمیخورد راحت باشه. خیلی چوبی راحته، به چوبی ها معمولا راحت نیست، ولی این قشنگ گودی داره میشین توش. فعلا نشستیم اینجا. فعلا نشستیم، نسیم خنکی داره میاد، یه ذره هوا داریم لذت میبریم. عاشق این جیمز پارک شدم، چقدر جذابه، چقدر گلکاری قشنگی داره، واقعا لذت میاره آدم وسطش رد میشه. یه حس بهشتی رو بهتون میده. داریم میریم به سمت ساختمون گودرهام. این شبیش توی نیویورک، یعنی اصلیش تو نیویورکه، ولی بیشتر شهرها شبیشو دارن. حالا
بریم مال کانادا هم ببینیم، خیلی جذابه، یه ساختمون خیلی نازک و باریکه. قدیمی نیست، مال 1800 خورده ایه، ولی مال مثل اینکه آقای بودرهام بوده اینجا رو ساختن، یکی از سرمایه‌دارای معروف بوده. ولی کلن آره با حال باریکه، ولی کلن همشون کپی از اون نیویورکی هست. خب پلن بعدی اینه که بریم به سمت رودخونه. رودخونه که نداره، به سمت دریاچه است. بذار بریم به سمت دریاچه. دریاچه رو اون ورش دیدیم، این ورش رو ندیدیم. بریم این ورم ببینیم. همه جا گلکاریه، چقدر جالب، خیلی قشنگه واقعا. ببینید هر جا قدم میذاریم گلای خوشگل توپولیمپولی. به به ما کافمون رو نخوردیم، بذاریم بریم اینجا یه کافه بخوریم. چی جشنه؟ چه خبره؟ ببینیم چه خبره. خب کافیامونو گرفتیم، اومدیم نزدیک آب بشینیم، یه ذره هم از آفتاب لذت ببریم، هم از این هوا و هم از این منظره قشنگ. همه هم اینجا نشستن، لباساشون هم درآوردن. فکر کنم اینا ایتالیایی هن که اینطوری عشق آفتاب هن. نگاهش کنید. آره درست حد زدن، دیدیم دارن ایتالیایی صحبت میکنن. بهترین جا رو پیدا کردیم، نگاه کنید همون صندلی های راحت خودمون. چه هواییه، اصلا نمیتونم بهتون بگم. به به، واقعا عشق دارم میکنم، اینقدر حال دارم میکنم. یعنی هوا خیلی جذابه. حالا زمستون قرار از دماغمون داره، ولی بچه من راجب کانادا دو چیز منو میترسون. یکی فاصلش با ایران، یعنی با کشورهای دیگه که یکم طولانیه، یکم زمستون. آره یکم زمستون. واقعا میخوام ببینم که چی... یعنی راجب تورنتو ببینم چه شکلیه. داریم اینقدر لذت میبریم، فعلا بذارین لذتامون رو ببریم. صحبتش ولش کن، حرفش نزن، اون جای خود. خب کافیمون رو خوردیم، از اونجا هم لذتمون رو بردیم. حالا باید دنبال یه دستشویی بگردیم تا بتونیم مسیر رو با خیال راحت و دل آسوده ادامه بدیم. ولی بهتون بگم که قدم به قدم دستشویی، یعنی اصلا خدا شکر از این لحاظ مشکل نداریم. خب آقا ماموریت انجام شد و چی میگن؟ میگن رنگ و روشون باز شد، رنگ و روشون باز شد. حالا بریم یه جا سوسیس دارم. بله یه سوسیس میخواییم بزنیم، البته یه دونه با هم میخواییم، چون بگردم واقعا اگه با این منواره روش بدیم بکنم 150 رد میکنیم. آره نه دوتا یکی میخوریم از نیمه بعد که کمتر شاخشیم. یه دونه دکه جذاب اینجا پیدا کردیم، هات داگ به همون میده. بریم هات داگش رو تست کنیم ببینیم خوشمزه است یا نه. داگو اینجا بهتون میده و اینجا خودتون میتونید توشو پر کنید. ببینید مثل فلافلی های ایران هست، چه انسا رو خودتون میذارین همونطوریه. بفرما آهید جان. ببینید اینجا همه رو گذاشته، هرچی بخواین، البته که تموم شده ولی جذابه که خودتون میتونید پرش کنید. خب چی توش بزنید؟ هرچی دوست دارید. خب ببینید چقدر کم پر کرده. این آیده رو باید تو ایران فلافلی میبردیم که ببینید چی جوری باید پر کنه. هات داگش 7 دلار تقریبا 5 یورو میشه. 6.5 نبود؟ 6.5 بود، ولی گفتیم با کارت میخوایم بدیم ایتالیایی بازی در آورد. 50 سنت که چیز میشه بچه. هایزرو. فرمالات خوبه. نوشته بود ایتالیان ساسج، ولی نمیدونم چی ایتالیایی دقیقاً. اسم ایتالیایی که روش میاد همه جا هر جایی میرین یه چیزی نوشته ایتالیایی. الکی. ما هی داریم دور میداریم یه جا بشینیم که قشنگ بشینم براتون صحبت کنم، ولی هی یه جای قشنگ و جذاب میبینیم، میایم شروع میکنیم ازش فیلم گرفتن و ازش رد شدن، هی میریم جلوتر. تا الان 20 جای مختلف رو پیدا کردیم، هی رفتیم جلوتر، هی رفتیم جلوتر. این منطقه هم که اومدیم همه ورزشکارن دارن میدونن، دوچرخ سواری میکنن، واقعا
جذابه. بچه واقعا جاتون خالی، خیلی جای باحالیه. خیلی خیلی خونه های خوشگلی هم داره. به اون بریش کنم، شما هم یه لذت ببرید. آقا یه چیز جذابی که تورنتو داره، من خیلی خوشم اومده، هر کشور یا شهری رو که شما مد نظرتون باشه توش میتونید پیدا کنید. هر گوشش یه جوره. آره، مثلا یه جا شبیه شرق غربه، یه جا شبیه ایتالیاه، یه جا شبیه نیویورکه، یه جا هر چی فکر کنید توش پیدا میکنید. ما هر جا میریم مدلای مختلف رو میبینیم. مثلا بیرون شهر میرید سبکش خیلی آمریکایی. آره. بعد یکم میرید توی شهر، اینجا مثلا شبیه یاد استکهلم منو میگیره. دقیقاً کپی استکهلم این منطقه. خیلی جذابه. خونه شبیه خونه فرانسه است. خیلی جالبه. مثلا یه حالت خیلی باحالی داره. خب ما کم کم دیگه داریم برمیگردیم خونه و کاملا خسته شدیم انقدر راه رفتیم. امیدوارم حسابی. آره امیدوارم. ولی واقعا پر انرژی شدیم. خیلی خیلی خوشمون اومد. خیلی جذاب بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو بنویسین، کجا دوست داریم ببریمتون و نشونتون بدیم. همه رو تو کامنت برامون بنویسید دیگه. واسه خودتون باشین. مرسی بگم ما نگاه کردید. خدا به